درود خدمت علاقمندان و دوستان ورزش، عرض ادب و احترام میکنم صمیمانه خدمتتون با یکی دیگر از برنامه های بررسی روزنامه های ورزشی ایران خدمتتون هستیم. با افتخار و توی چند دقیقه خدمتتون هستم. تیترهای روزنامه های مختلف ورزشی رو با هم مرور میکنیم. یک شنبه 27 خرداد 1403 با روزنامه گل آغاز میکنیم. همونطوری که حتما مستحضر هستید، مرحله نیمه نهایی رقابت های جام حذفی فوتبال ایران شنبه شب برگزار شد و تیم های سپاهان و مثل رفسنجان با برد مقابل گلگهر سیجان و آلومینیوم عراق به دیدار نهایی صعود کرد. دیدار فینال پنجشنبه در ورزشگاه قزوین برگزار میشه. یه اتفاق تلخی که افتاد و خیلی تاسف برانگیز بود، صحنه های درگیری بازیکنان دو تیم سپاهان و گلگهر در ورزشگاه نقش جهان بود که به جون هم افتادن با مشت و لگد بازیکنان دو تیم و درگیری ها و صحنه های بسیار زشت و زننده اتفاق افتاد بعد از مسابقه که تیم سپاهان رفت به فینال. دو تیم به جون همدیگه افتن و در نهایت نیمه نهایی جام حذفی برگزار شد. با حضورت عرض بکنم که تیتر اصلی روزنامه گل این هست: کار از دست مدیر عامل و هیئت مدیره خارج است. تیم پرطرفدار در انتظار تمدید سالانه مجوز آقای سرمربی. این تیتری که اختصاصی گل هست، من فکر میکنم ارتباط پیدا میکنه با هولدینگ خلیج فارس و باشگاه استقلال و مجوزی که بعد برای جواد نکونام بگیرن. توی دو سه روز گذشته توی فضای مجازی و توی سایت های برخی از سایت های خبری اومده بود که جواد نکونام مجوزش تمدید نشده به خاطر حالا اون اتهامی که بهش میزنن، تشویش اذهان عمومی و اون مصاحبه های عجیب و غریبی که در طول فصل داشت. تیتر روزنامه گل به همین ترتیبه، چون جواد نکونام در طول فصل با همین روزنامه گل هم مشکل داشت و یکی دو مرتبه هم ایشون به خبرنگار روزنامه گل توهین کرده بود، هم سردبیر روزنامه گل یکی دو تا تیتر اختصاصشون رو به جواد نکونام اختصاص داده بودن. موضوعتون عرض بکنم که اتفاقاتی هم داره میفته در بحث مذاکره باشگاه پرسپولیس با سرمربیان مختلف خارجی، هنوز به جمع‌بندی نرسیدن. خدمتتون عرض بکنم صحبت کردن پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس، یه مساوی هم بهتاش فریبا پیشکسوت استقلال با روزنامه ها داشته، با خبرگزاری روزنامه گل این تیتر زده: فریبا به نظر من نکونام باید بماند. موندن جواد نکونام در اختیار نه خودش نه هولدینگ خلیج فارس که به شدت ساکتن و هیچ عکس العملی و هیچ واکنش نشون نمیدن، اما چیزی که مسلما من فکر میکنم جواد نکونام کارش بسیار سخته برای ادامه حضور در استقلال. بریم به سراغ روزنامه خبر ورزشی با این عناوین: چراغ سبز مهدی طاهری و دانیال اسماعیلی‌فر برای ماندن در پرسپولیس. میدونن که پرسپولیس یه سولوش بالای 8-9 دو بازیکنشون قراردادشون تموم شده و بازیکن آزاد هستن و کار بسیار سختی های درویش داره برای به توافق رسیدن با این بازیکنان، چون پرسپولیس شاکلش رو میخواد حفظ بکنه. حالا 3-4 تا بازیکن هم در نقاطی که ضعف داره میخواد بگیره، اما مهمترین دغدغه کادر مدیریت پرسپولیس توافق کردن با بازیکنان برای ادامه حضور در سرخپوشان پایتخته. یه مصاحبه گولیسیانی کرده، میدونه که الان در یورو 2024 به همراه تیم گرجستان، گولیسیانی بوده: هیچ تیم اندازه پرسپولیس لیاقت قهرمانی نداره. گل قهرمانی پرسپولیس هم گورگی گولیسیانی گرجستانی زد. بین دو نیمه به همسرم گفتم دیگر به ورزشگاه نیا. خدمتتون عرض بکنم صحبت کرده درباره اتفاقاتی که در پرسپولیس افتاده در طول فصل، مسابقه پروپیمونی کرده. یه تیتری از روزنامه خبر ورزشی اینجا زده، گفته که روایت جدید از هایجک بزرگ لیگ برتر، چه کسی توافق استقلال با اورونوف را برهم زد. این یه جعبه سیاهی هستش که واقعا
الان هیچ کس نمیدونه که چه اتفاقاتی افتاد که اورانوف به استقلال نرفت، در حالی که علی خطیر هم یکی دو روز گذشته یه قراردادی رو منتشر کرد که همه چیز آماده و مهیا بوده که اورانوف استقلالی بشه، اما جواد نکونام اجازه رو نداده. بریم به سراغ روزنامه ابرار ورزشی. دستورالعمل جدید فدراسیون برای جلوگیری از دور زدن قانون مرمت سقف قرارداد. این قانون سقف قرارداد، این پولای زیرمیزی و این قوانین بی سر و تهی که فدراسیون فوتبال گذاشته، نگاه بکنید الان چند تا تیم هستن که این سقف قرارداد رو دور زدن یا پولای زیرمیزی دادن، اتفاقاتی از این دست افتاده. این قوانین این مدلی قاعدتا هیچ ضمانت اجرایی نداره، چون خود مسئولان فدراسیون فوتبال موقعی که تو فساد وحشتناک مثلا باشگاه مثل رفسنجان و جای دیگه دخیل هستن، مگه خود یه آدم مجرم و متخلف میتونه قانون بذاره؟ خدمتتون عرض بکنم یه خبری هم درباره پرسپولیس اون، یه انتظار برای بازگشت درویش، چون میدونی آقای درویش 20-25 روزی به حکم کمیته اخلاق محروم و نمیتونه فعالیت فوتبالی داشته باشه. اسماعیل حلالی گفته این پرسپولیس بود که به عثمار اعتبار داد. عثمار سرمربی برزیل و موفق پرسپولیس که یه نیم فصل سرمربی بود و قهرمان کرد و از پرسپولیس جدا شد. بریم به سراغ روزنامه ایران ورزشی. اسبقیان: شهید رئیسی دستور داد تا کمک داور ویدئویی خریداری شود. اصلا این دولت و این سیستم که هیچ اعتقادی ورزش نداره میاد. خب شما نگاه کنیم، ما توی تاجیکستان، تو ترکمنستان هم الان اونجا وی آر داریم، اونجا تمام باشگاه وی آر دارن، داوراشون مجهز هستن به علم، آشنا بودن به علم وی آر، به این فناوری، اما داورای ما الان کدومشون اصلا میدونن چی به چیه؟ ورود وی آر به ورزشگاه های لیگ برتری، امیدوارم که این اتفاق بیفته. حالا واقعا ایران به جای رسوندن که باید آرزو بکنیم دیگه. وضعیت نامشخص 12 بازیکن آبی پوش. کوین یامگا سرشناس ترین خروجی استقلاله. کوین یامگا به خاطر اون مصدومیت شدیدی که داره واقعا برگشتنش به فوتبال خیلی سخته. امیدوارم که بتونه برگرده، بازیکن خوبیه و امیدوارم که اتفاقات خوبی براش بیفته. درخواست جامعه داوری از مسئولان فدراسیون: خاطیان را مادام العمر محروم کنیم. یه خبری هم از روزنامه پرسپولیس، از باشگاه پرسپولیس: باشگاه همه چیز را تکذیب میکنه. پرسپولیس در محاصره کانال ایتالیایی. همین حاشیه‌های یه شایعاتی بود مبنی بر اینکه باشگاه پرسپولیس داره با والتر ماتساری ایتالیایی مذاکره میکنه، اما یه خبری من دیروز شنیدم که خودش و دستیارش نزدیک 2.5 میلیون یورو پول میخوان و اصلا باشگاه پرسپولیس من فکر نمیکنم اصلا امکانی داشته باشه باید همچین کاری بکنه. بریم به سراغ روزنامه شود. نوشاد عالمیان پینگ پونگ باز با سابقه ایرانی المپیکی شد. خبر بسیار خوبیه. شکایت علیرضا بهروان از حجت کریم مدیر عامل سابق استقلال به خاطر اون مصاحبه‌ای که کرد بر علیه بیرانوند، کریمی هم گفت تو الان هم من نجابت به خرج دادم که کاری نکردم. سپاهان در نخبگان، در لیگ نخبگان تراکتور، در لیگ قهرمانان سپاهان با کتک فینالیست شد. بازی که من خدمتتون عرض کردم که جنجال حاشیه کم نداشت. بریم به سراغ روزنامه فرهیختگان. سرخابی‌ها منتظر پاسخ مهاجم گیلانی و ملی پوش استقلال خوزستان جواد آقایی پور. جای می‌روم که بازی کنم. پرسپولیس همچنان درگیر بازی با اسامی مربیان مختلف. دستمزد مهمتر از سبک و فلسفه مربیگری. یه خبری اومده، مذاکره چادرولو با 3 مربی نامدار. تو خبرها داشتیم که یحیی گل محمدی مثل که مشکلش حل شده و میتونه برگرده به مربیگری فوتبال. گل محمدی در دوره‌های یزد و اهواز و بلانکو مهاجم آرژانتینی استقلال مصاحبه بود. داوران در فصل گذشته در بسیاری صحنه‌ها اشتباه کرد. نکونام امسال کار بزرگی کرد و روزنامه همشهری تماشاگر آخرین روزنامه است که من تیتراشو میخونم. ستاره پاره وقت یه مصاحبه بلند بالا کرده با عیسی آل کثیر، مهاجم خوزستانی پرسپولیس که
مصاحبه بلندی است و کل سفر رو اختصاص دادن به همین تیتری که خدمتتون عرض کردم. یه جایی هم گفتن که کنار تو حاشیه همین روزنامه نوشتن لیگ ایرانی زیر چتر اروپایی، مربیان اروپایی که وارد فوتبال ایران میشن. و خدمتتون عرض بکنم که امیدوارم مربیان بیان در فوتبال ایران که مثل همین آقای عثمان یا مثل اسراماچونی، مثل برانکو، مثل مربیان بزرگی که اومدن و امضای خودشون رو روی پای فوتبال ایران گذاشتن و از خودشون یه چیزی به یادگار گذاشتن. بسیار ممنونم دوستان خوبم. لطفاً در پایان برنامه عرض میکنم که چنل ستو سابسکرایب بفرمایید، چون دیدم در برخی از کامنت ها اومده که شما بزرگواران گفته بودی در اول برنامه خیلی اون بحث کامنت و بحث سابسکرایب این چیزها رو من نگم، منم اطاعت هم کردم. فقط در پایان لطفاً ما رو همراهی کنید. دمتون همتون گرم، شب روزتون خوش، خدا یار نگهدارتون.